وطندارای عزیز، متاسفانه که یک جسد دومم پیدا شد. واقعا که حال آدم خیلی بد میشه با دیدن این صحنه که یک انسان ارزشش چقدر است و این که با چی زحمت کلان میشه و بزرگ میشه، اما باز به این شکل و به یک حالت غربت و بیچارگی در یک جای بی خانمان و در یک جای بد وفات میکنه و به این شکل جسد ما به طبی علی به جهت شناسایی روان میکنیم. بعد از اون پس به ریاست کلتوری شهروالی کابل تسلیم داده میشه، بر از غسل داده میشه و کفن میشه، بعد از جنازی از خانده میشه و در سایه موسیقی یدیری که بر از وقت شده گرفته شده به او ساعت دفن میشه. دارم و کسی که جاودرم دفن میکرد اگر اون نشان دادم و کفه بیر اما اسکواتوری جده میکشید جا مستخانه و یار کشیده میده که تازه است. همو جا اونو میبینیم که جنگلی و یا دفن شده بالا هم جا اونو ما کشم و رویش است تازه است. نگه بدر ایده بود که بدر دفن بودم جا همکارای ما چی کرد که بیر فعلا هم آور دیرش دو بجا. چرا میدید بود؟ از خاطر چی؟ همراه شما چی رقم؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکات. همراهان و بیننده های عزیز چینل وطندار، خدا کنه که جور و سلامت باشین و انشالله که خوش و خوشحال باشین. خوش آمدین با یکی از گزارش های دیگر ما از چینل وطندار با ما پرویز آریا در ساحه پل سوخته. و ما دوباره پل سوخته آمدیم، نظر به اطلاع و خبر که بر ما رسید قرار است که امروز اجساد کشی شوه از اینجا از ساحه پل سوخته از این کف دریا. ناحیه پنجم تصمیم ایره داره که امروز این ماشینالات را که این قسمت شما در تصویر شاید ببینین میخواین که را پایین بسازه با کف امی دریا و امی قسمت هایی که از قبل از سالهای خیلی قبل ایج اجساده که دفن شده و بقایای اجساده که ایجا مانده میخواین امروز اونا را بکشن. خب دوستان، میریم طرف یکی از امو جایایی که حفر شده و کنده شده، نمیفهم که از اونجا جسد بیرون کردن یا نه. حال ما میخواییم اول اون طرف برم و شما به تصویر بگیریم، بعدا میخواییم برم به طرف مسئولین ناحیه و همراه از اونا صحبت های داشته باشیم و بپرسیم که چطوری اقدام را کردن و تخمینا اینا که اطلاع دارن چقدر اجساد اینجا دفن است و خدا کنه که با کدام حادثه دلخراش و با حادثه بعد سر نخوریم در اینجا و خدا کنه که اجساد خیلی زیاد را نبینیم که حالت شما هم خراب نشه و حالت ما هم. با ما باشین دوستای عزیز تا بریم به اون طرف و تصویرهای داشته باشیم از اونجا. خوبان بیننده، نظر به گفته های مردم و کارمندان شهروالی که ما قبلا پیش از ثبت همراهشون صحبت کردم پیش از اینکه بیایم، به گفته از اونا زیادترین اجساده که از در لانه های از معتادین بود که قبلا اینجا لانه هایشان بود و همیجا اینا شب و روز خود سپری میکردن، یعنی بعد از استفاده مواد مخدر اینا اینجا پناه میبردن و همیجا راحت میکردن خود را و استراحت میکردن. خب اینا به گفته کارمندای شهروالی که خیلی از اجساد را بقایایش یا امو نشانه هایش از لانه هایشان پیدا کرده و همین جایی را که برای خود اونا در داخل دریا جور کردن. تنها یک جای هم نیست ای
و خیلی از جاهای دیگه دیده میشه که بعضی هایشان تخریب شده توسط آب و باران و برف، و خیلی هایشان که معلوم میشه که تا قبل از اینکه توسط ناحیه پنجم اونا انتقال داده شود توسط امارت اسلامی و معتادین، معلوم میشه که آثارشان هم اونجا بوده و بودباششان حتما بوده اونجا. و پیشتر هم دیگه امو ماشینالات را که به خاطر اجساد پیدا کردن اونا ناحیه پنجم مد نظر داشتن، حالا پایین کردن در سقف دریا، و حالا ما اون طرفتر میریم که ببینیم چه گپ هست. با ما باشین دوستا. خب وطندارای عزیز، اسکواتور هنوزم حفر کرده روان است و کنده روان است منطقه را، و دوستای دیگه ما که از شاروالی هستن نشان داده میره، و همون قسم که شاید در تصویر شما ببینین امرای بل هم نقشه را انداختن که تا کدام قسمت را اینا توسط اسکواتور باید حفر کنن یا بکنن. شما هم در تصویر ببینین که او دوست ما امرای بل نشانی کرده روان است. خب امرای شال دوست دیگه ما صحبت میکنه که ما هم پرسانش میکردیم که به چه دلیلی کار را میکنه، یعنی شاید هم اینا بفهمن که تا کجاها را شاید امکان ازی باشه که اجساد دوجه دفن باشه. خب وطندارای عزیز، شما هم در تصویر میبینین که حفر کردن و هنوز هم جریان داره، زمین دریا را میکنن، اما تا به حال چیز پیدا نشده و چیز جسد را دریافت نکردن. خب اینجا معاون صاحب. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. بخیر باشین. تشکر. بخیر سلامت باشین. معاون صاحب، اگر در این مورد بر ما بگین که اطلاعات را که شما حاصل میکنین به خاطر از اینکه بیاین جسد را بپالین چه قسم حاصل میشه بر شما؟ چند روز پیش یک مریضی به نام مهدی امروی ما همکاری نمودن، با ساحت بر مشخص ساختن که در این ساحه اجساد خودشان دفن کردن. آمدیم یک جایی که فعلا میبینیم در این ساحه ما کار را شروع کردیم، دیدیم که 6 نفر جسد این ساحه بیرون شد. در اون روز ماشینری نبود، امروز ما ماشینری را خواستیم ببینیم اون نقاط که مهدی جان نشانی کرده تا بتانیم اجسادی که در زیر کثافات دفن هستن او اجساد این ساحه بکشیم. بخیر. بخیر. یعنی جایی را که نشانی کرده بودن روزای قبل 6 جسد از اینجا برآمده؟ بله بله، 6 جسد برآمده از ساحه. مهدی یکی از مریضای قبلی است؟ بله، یکی از مریضای قبلی است، فعلا تداوی شده، فعلا هم تحت مراقبت است، ولی خواستن که مو اجسادی که در ساحه دفن شده همراه ما همکاری کنه و او اجساد ساحه باید بکشه. خب معاون صاحب، اگر اجساد که مبرای عزیزه بازیر شما کجا دفن میکنن یا کجا انتقال میدین؟ اجساد ما به طب علی به جهت شناسایی روان میکنیم، بعد از او پس به ریاست کلتوری شاروالی کابل تسلیم داده میشه، بر از او غسل داده میشه و کفن میشه، بعد از جنازه از خوانده میشه و در سایه موسوی یدیری که بر از او وقت شده گرفته شده به او ساحه دفن میشه. مهم صاحب، تابال را از این اجساد را که از این ساحه پل سوخته پیدا شده کدام کس خانواده شناسایی نشده؟ بر ما معلومات تا فعلا نرسیده این مورد که کس پیدا شده نه پیدا نشدن، ولی اگر بر ما رجوع میکنم ما به ریاست کلتوری روان میکنیم موضوع را. خب مهم صاحب، تا چه وقت ادامه داره؟ به هر وقتی که احوال بر شما آمد یا کسایی که مریضا هستن؟ ما میکنیم همین نقاطی که مشخص کرده اول نقاط ما بپالیم که در اون ساحه اگر باشه که اجساد بکشیم. بعد از این یک مریض دیگه که قبل از مهدی مسئولیت دفن کردن اجساد داشته، بعد از او بخیر پلان داریم با نام حامد یک نفر است، او را میخواییم در این ساحه تا به همکاری از او بتانیم که باز ساحاتی که اجساد دفن کردن اجساد از او ساحه بکشیم. مهم صاحب، شما فکر میکنین که هم اگه از اینا معتاد بودن کسایی که به حالت عادی خود دفن شدن، حالت عادی خود فوت شدن؟ نظر به معلوماتی که همین مریضایی که تداوی شدن، نظر معلوماتی از یا کلشان معتاد هستن، دیگه کس نیستن. درست. تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. خب دوستای عزیز، نظر به گفته های مهم صاحب، روز قبل تقریبا 6 جسد را از این منطقه تونستن که ما پیدا بکنن. امروز حال نمیفهم خوشبختانه بگویم یا بدبختانه، کجای خوشبختی شی میباشه که ما اگر بگویم که امروز اگر جسد پیدا نشه، که یعنی تعداد دفن کننده ها یا تعداد کسایی که فوت شدن اینجا کم است، یعنی قدر وفات شده معتادین کم بوده که امروز پیدا نشد، اما اگر زیاد باشه واقعا که جای تاسف است. خب دوستان، هنوز هم اینا کندنکاری را جریان داره و حفر هم کرده روان هستن، اما تا به حال چیز پیدا نشده.
تصویر میبینیم که یکی از جمپر معتادین اینجا دریافت شد توسط از اسکاواتور و این طرفتر کشیدن آلو را جمپر را باز کردن همگی استخوانای همو جسد دمیج نزدیک دیده میشه و کشیده شده و معاون صاحبم که اونجا تخلیه کاری دارن و لباس از اونا را همگی چه کشید خوب یک جسد دریافت شده از چه وطندارای عزیز متاسفانه که یک جسد دوم هم پیدا شد واقعا که حال آدم خیلی بد میشه با دیدن این صحنه که یک انسان ارزشش چقدر است و این که با چی زحمت کلان میشه و بزرگ میشه اما باز به این شکل و به یک حالت غربت و بیچارگی در یک جای بی خانمان و در یک جای بد وفات میکنه و خب وطندارای عزیز متاسفانه که یک جسد را پیدا کردن و این جمپر و امرای لباسش که کشیدن هم اگه استخوان‌ها در بینش بود استخوان‌های کسی که جا دفن شده اما نمیدونیم که کی بوده این شناسایی هم مشکل است خب خداوند ببخشش دیگه حالا هم جسدش پیدا شده و به این شکل فقط استخوان‌هایش باقی است و این هم جسد دوم از دوستای عزیز و این هم متاسفانه که استخوان‌های قبرغه و میله پایش هم گیش است یعنی چقدر دردآور است که هموطنهای ما به این شکل جانشان را از دست دادن و به این شکل اجسادشان مانده آیا خانواده های از اینا در پای از اینا بودن یا نبودن که اینا را دریافت کنن اجسادشان یا زندهشان را پیدا بکنن حداقل و وطندارای عزیز با نهایت تأسف و جگرخونی اگر بگیم یک جمجمه سر را پیدا کردن یک اسکلتا را خواهم اگه سقانا و اینا را جمع میکنن داخل یک تکه جمعواری کرده بالاخره انتقال میتن از جا و میره اون طرف تر دیگه که میگن یک جسد دیگه متاسفانه پیدا شده دیگه آدم بجز از این که برش بگه خدا ببخشش یا این که احساس تأسف بکنه دیگه چیزی از دست مام نمیایه و دیگه متاسفانه چیزی کردم نمیتونم خدا هم ببخششان و خدا کنه که اجساد کم باشه فقط انقدر میتونم بگم که اگر اجساد کم باشه هم احساس آدم کمه بهتر میشه چون به خاطر از اینکه دفن شده ها و کسایی که وفات کردن در این یک شرایط در این یک وضعیت و بیچارگی یعنی که اگر کم باشه انسان احساس خوبتر میکنه در این که اگر زیاد باشه خوب احساس میکنه انسان که چقدر وضعیت خراب بوده در این وضعیت که معتادین به شکل بی سرپناه و بی جای فوت میکردن و بالاخره دفن میشدن خب دوستا اینجا هم این استخوان ها جمع شده و اینا را انتقال میتن خب بریم با او طرف نزدیک پل نزدیک خود پل و ببینیم که اوجه چی خبر است خب وطندارای عزیز این هم جسد دیگه ای که پیدا شده از این منطقه رفعت صاحب چند جسد بود اینجا فلال یک جسد است که کشیدیم دیگه دو دانه اونجا است خب یک جسد بود که حالا فعلا اسکلتش سالم بود مکمل است مکمل است دیگه او یک نفر همون کسی که قبلا معتاد بود حالا صحتمند شده دیگه او بعض معلومات ها را داره که ما اینجا مثلا بعض جسد ها برش معلوم است به اساس و نمو ما مثلا فعالیت خود ادامه میتیم ببینیم که دیگه هم وطن های ما در مثلا دفن هستن تشکر از شما بخیر باشید خب یکی از اجساد دیگه ای را که پیدا کردن اینا جسدش یا اسکلت بدنش سالم بود و هنوز با مو یک لخت و یک نواخت انتقالش دادن به طرف اجساد دیگری که از اوج جمعوری شوه و طرف طب عدلی انتقال داده شوه خب متنای عزیز این جسد را که پیشتر از اوج انتقال دادن و حال نزدیک استخوانای جسدهای دیگری است که او قدر مشخص نیست ولی این همه لباسهایش همه اسکلتش همگی یک جای است و معلوم میشه که چه لباس داشته تازه است و به گفته هم وطن ما که گفته های زیاد دارن سلام علیکم برادر سلام علیکم برادر خوب هستین اسم شما اسم نور محمد است نور محمد جانی را شما امرای دوستایتون از اونجا پیدا کردید بله اونجا رفتیم و کسی که جاودر می دفن میکرد نگم اون نشان دادم که بیل هنوز اسکاواتوری جرا میکشید جا استخوانا و یارا کشیدیم دیگه تازه است همونجا اونو ببینین که چنگلی و یا دفن شده بالا همونجا اونو ماکسش هم بر روش است تازه است
نگه بدر ایدم اونجا بدر دفن بودم اونجا دیبا همکارای ما چی کرد کرده بیر فعلا هم آوردیمش بمیجا ماسکش هم درویش بود؟ بله آورد این مردانه هست هم؟ دیگه مرد هست هم مرد هست هم موتاد بوده دیگه میجا بدر فوت کرده همی کسی که جای را برای شما نشان میده خودش کجاست؟ مونم بالا نامش ایدی مهدی هست مهدی هست که غوره ای رنگ داره امو آدم کرده دیگه موتادین یا را دفن میکرده بعد دیگه موتادین برای ازی پیسه جمع میکرده که هم از مواد استفاده میکرده بازمی حالی همی به ما نشان داده دین رو پری روز به این قسمت از یک و نیم در دو شش داره کشیدیم شش داره از همیجا کشیدیم دیگه روز نیم دی پری رو دیگه حالا اون یک جسد دیگه استخوانهاش هست که معلوم نمیشه این دیگه تازه هست فعلا به همی را کشیدیم تشکر بس خودت بخیر باشی خب دوستا شما در تصویر اگر ببینین میگن که ماسکش در رویش بوده و یه هم دمی وقتا شاید فوت شده باشد در حدود چقدر وقت شاید فوت شده باشه که چند وقت قبل یک شاید پنج امی هشت ماه نو ماه دمی بدر خن همی تازه است یا بدر خن از هفت ماه هشت ماه بالا نشده چون که یک سال باز میشه یک سال که انسان با زیر خاک باشه بازو بدر میتکه یه هنوز از او قدر وقت نشده تازه است بوی هم میتنه میبینن که بسیار بوی هم داره تشکر از شما خیلی باشین خب دوستان میریم به طرف مهدی کسی که ساها را نشانی کرده و میگه که اینجا شاید جسد باشه یا کس دفن شده باشه چونو خودش همین کار را میکرده حالا هم بریم به طرف اونا اگر پیدایش کنیم که صحبت کنیم امرایشون خب عزیزان بیننده همین کسی که همینجا میگرده و پوستینچه قهوه ای رنگ یا مشودری رنگ به تنش است فکر کنم که همینا مهدی باشه امرای دوستشون میگرده سلام علیکم کی؟ همونجا خب چرا اول باید معلومات بدین که چرا مهدی صحبت از خاطر چی؟ همراه شما چه رقم؟ همراه ما مریجان از روزی که بردیم در مکم در کم شخصی خب مصاره فهم چیز شما میتونی باش چی هست؟ به خاطر بیبودیش هم باید زیادتر مصاحبه نکنه و از یک روان کنه میگون خو یک بهانه است نال شما رو اختصاصی برای خود حالا گفتین که یعنی گپای رو کی خب دوستای عزیز مهدی را متاسفانه یکی از وطندارای ما کمی جا هستن اینا یک مصرف و بعضی از تداوی های مهدی را کردن و حال او را به شکل اختصاصی برای خود جلوه دادن و حالا هم دیگه جو اجازه نمیتن کنه صحبت بکنه و متاسفانه از دیگه یک تجارت شخصی جور کردن برای خود دیگه نمیدونم که خدای انصاف بتن این مردم کال ما ازمون پرسان میکنیم حداقل که آیا کسایی که دفن شده اینجا فقط معتادین بوده یا کسای دیگه هم هستن که دفن است؟ من چون یک تشویش دارم چون این ساحه یک ساحه بسیار خطرناک بود و خیلی از جوانایی که به خاطر تلفن و به خاطر بعضی از دوزی های دیگه که سر و درکشان گم میشد هم شاید امکان داشته باشه که اینجا دفن شده باشه که خانواده هایشان هنوز پیدایش نکرده خب میدیره نتونست متاسفانه به خاطر از امو دخالت امو هموطن امو صحبت هایش داشته باشیم دیگه خب به هر صورت